پایان عمر SMS 30 ساله داره خدمت رسانی میکنه و خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده. دیگه وقتشه با یه سرویس جدید جایگزین بشه، چیزی که با نام RCS میشناسیمش. حالا RCS چیه؟ چطوری نصبش بکنیم؟ به چه دردی میخوره؟ در ادامه ویدیو براتون شرح میدم به زبان بسیار ساده ها. اصلا فکر نکنید مسئله سختیه. خوشحال میشم تا آخر ویدیو همراه باشید. حباب آبی، حباب سبز. اول اینکه RCS چیه؟ Rich Communication Service. جایگزین چی میشه؟ SMS، MMS. SMS چیه؟ Short Message Service. MMS چیه؟ Multi Media Service. چرا اینا رو باید جایگزین بکنیم؟ در جریان باشید که این روزها وقتی شما میخواید برای دوستتون عکس، فیلم، صدا، فایلی رو ارسال بکنید، از پیام رسان‌های مختلف استفاده میکنید. فیسبوک مسنجر، واتساپ، تلگرام، وی چت و خیلی پیام رسان‌های دیگه. اما وقتی که کار به SMS میرسه، اولا شما محدودیت 160 کاراکتری دارید. هر SMS 160 تا کاراکتر میتونه داخل خودش داشته باشه و دیر ارسال میشه. بعد تو میتونی عکس باش ارسال کنی. آخرین باری که شما تونستید از طریق SMS عکس ارسال کنید و تو بخش کامنت برام بنویسید. من بهتون قول میدم اکثرتون این کارو نکردین. اصلا به فکرتون خطور نکرده، چون خیلی کار دردسرسازیه. خب چرا باید بریم رو RCS وقتی SMS هست؟ SMS محدودیت 160 کاراکتری داره. شاید خیلی متوجهش نشده باشین. گوشی‌های قدیمی این شکلی بود. مثلا 3 تا SMS مینوشتی وقتی دکمه سندو میزدی، دونه به دونه رو SMS میکرد. بعد خیلی جالب بود. اولی رو میفرستاد گاهی، دومی رو نمیفرستاد، بعد سومی رو میفرستاد. کلا خیلی دعواها و جدائیها به سبب همین داستان و ضعف اینترنت بوده. روابط در گذشته خیلی داستان سختی داشت. این محدودیت هم که بذاریم کنار، محدودیت MMS هم از بین میره. درسته ممکنه با خود بگی که من اصلا از MMS استفاده نمیکنم، من از پیام رسانهای سوم شخص استفاده میکنم. دقیقاً مشکل بعدی همین پیام رسانهای سوم شخصن. شما با استفاده از واتساپ، فیسبوک یه سری داستان اضافه داری رو گوشیت دست میکنی، اما فکر کن گوشیت به صورت پیشفرض میتونه همه این کارا رو انجام بده. RCS نه تنها میتونه با رزولوشن کامل عکس و فیلماتونو انتقال بده، دقیقاً مثل اون تجربه‌ای که کاربران iOS داشتن در iMessage، شما میتونید همونو تو اندروید داشته باشین. بذار اینطوری بازش کنم. تو گوشه آیفون زمانی که شما از طریق iMessage با دیگر کاربران آیفونی در ارتباط هستید، پیام‌ها به صورت آبی رد و بدل میشه. این یعنی اینی که شما داخل سیستم iMessage میتونید تمامی امکانات رو استفاده بکنید. تمامی امکانات شامل اینه که عکس و فیلم ها رو با رزولوشن کامل برای هم ارسال بکنید. هر داده‌ای که میخواید ارسال کنید، کلی کار جالب هم میتونید انجام بدید. مثلا وقتی طرف داره براتون تایپ میکنه، تو میبینی داره تایپ میکنه. استیکر و ریاکشن های مختلف هم داره. اما وقتی که با اندرویدی ها در ارتباطین، بهتون حباب سبز نشون میده. این یعنی اینی که این قابلیت برای اندرویدی ها قفله، بسته است. البته از طرفی اپل به خاطر اینی که کاربرانش رو بالا نگه داره، خوشحال از اینه که اندروید همچین قابلیتی نداره. ولی از طرفی هم مخالف اینه که الان که اندروید داره قابلیت RCS رو اضافه میکنه، باهاش همکاری بکنه. که البته کار اشتباهیه، باید این کار انجام بده، چون جامعه اکثریت در گوشی‌های موبایل در جهان چیان؟ اندرویدیان. این iOSی ها هستن که باید با اندرویدیا مطابقت پیدا بکنن. والله بازی و قافله رو میبازه. خب ممکنه برات سوال پیش بیاد چرا من بعد از یه اپلیکیشن پیام رسان که اینقدرم کاربردی کوچ بکنم به iMessage یا اپلیکیشن مسیج به صورت کلی؟ بیاین اول اسم پیام رسان ها رو بشماریم، ببینیم چند تا تو ایران هستن این کار میکنن. فیسبوک مسنجر، واتساپ، تلگرام، لاین، وی چت، میگیم 5 تا. این 5 تا اپای سوم شخصن که شما میتونید روش کوچ نکنید، اما تصور بکنید به صورت پیشفرض گوشیت میتونه همه این کارا رو انجام بده. رفته رفته نصب این اپلیکیشن ها برات بی‌معنی میشن. همه این کار تو مسیج انجام میدی، به خاطر اینکه همون امکانات رو میده داخل خود گوشی، نیاز به اپ اضافه نداری. خب یه سوال پیش میاد، چرا انقدر تا حالا تاخیر پیدا کرده؟ چرا تا الان انجامش ندادن؟ قضیه از سال 2007 شروع میشه که برای اولین بار کانسپت RCS ثبت شد و تایید شد. سال بعدش GSMA، سازمانی که کلیه ارتباطات موبایلی رو برگزار میکنه، گفت بذارین روش کار بکنیم، استانداردش بکنیم. همین قضیه رفت تا یک دهه بعدش، یعنی سال 2018، که در نهایت به یک استاندارد کلی برای تمامی برندها و تمامی اپراتورها رسیدن. اما چرا از 2018 تا 2022 هیچ خبری ازش نبود؟ چون که نه اپراتورها نه توسعه دهنده ها به RCS هیچ اهمیتی نمیدادن، چون در مرحله اول بعد توسعه دهنده ها این قابلیت رو به اپلیکیشن های مسیجشون می آوردن، در مرحله دوم اپراتورها باید این خدمات رو به سرورهاشون اضافه می کردن. همه چی اینطوری پیش رفت تا زمانی که گوگل گفت خیلی خب، من باید دست به کار بشم. کار به اینجا رسید که گوگل اومد یکی از این شرکت هایی که RCS رو انجام میداد رو خرید،
و سعی کرد RCS خاص خودش رو بر اساس همون پروفایلی که GSMA تایید کرده بود بسازه. همون موقع این قابلیت توی انگلستان و فرانسه راه افتاد. فقط تنها کاری که کافی بود انجام بدید اپ مسیج رو دانلود می‌کردید. اپ پیام رسانه خود گوگل. بعد از این بود که 4 تا اپراتور بزرگ اروپا فهمیدن نه، باید قضیه رو جدی بگیرن. ورایزن، تی موبایل، AT&T و اسپرینگ دست به کار شدن که با هم متحد کار بکنن و RCS رو به خدمات اپراتوریشون اضافه کنن. این صحبت مال چه تاریخیه؟ سال 2020. اما گوگل نشست تا اونا کار رو انجام بدن. خودش اومد گفت که برای تمام کاربران در آمریکا من RCS رو فعال میکنم، فقط کافیه اپ مسیج من رو دانلود بکنید. حالا برای اینکه ببینید RCS برای شما فعاله یا نه، کافیه اپ مسیج خود گوگل رو، گوگل مسیج رو از پلی استور دانلود بکنین، بازش کنین، روی سه نقطه بالا ضربه بزنید، گزینه چت فیچرز رو باز بکنین. اگر امکانات برای شما فعال بشه اونجا میاد، در غیر این صورت میزنه که این امکانات برای شما فعال نیست. یا کافیه ببینه قابلیت از قبل برات فعال شده، انیبلش میکنی و از این قابلیت استفاده میکنی. اما داستان اپل چیه این وسط؟ اپل اصلا سعی نمیکنه خودشو وارد این بازی بکنه و سعی نمیکنه که جامعه کاربرانش رو به اندرویدی ها هم ارتقا بده و داستان حباب سبز و حباب آبی رو برای همیشه تموم بکنه. اما از اون طرف سامسونگ داره با گوگل همکاری میکنه که این قابلیت رو به اپ مسیج های خودش هم بیاره، یعنی گوشی های سامسونگ هم به صورت پیش‌فرض RCS رو داشته باشن. اگر هم این کار رو تو گوشیتون انجام بدین، متوجه میشید که براتون میزنه که این قابلیت در دستگاه شما فعال نشده و سیم کارتتون این قضیه رو پشتیبانی نمیکنه. بعد منتظر باشید، من فکر میکنم یکی دو سال دیگه ایرانسل همراه اول یا هر اپراتور دیگه‌ای که توی ایران فعالیت بکنه این قابلیت رو به اپراتورش اضافه بکنه. خیلی خب، این بود از RCS. چه اطلاعات مهمی راجع به ازش بدونین و اینی که چقدر براتون به درد بخوره. اما تو بخش کامنت‌ها برام بنویسید اگر RCS بیاد از پیام‌رسان‌ها کوچ می‌کنید به پیام‌رسان خود گوشیتون یا خیر. من برای تجربهش قطعا این کارو می‌کنم. ارادتمند شما. هر شبانه روز، هر روز هفته.